به نام خداوند راز و خداوند رمز. درود بر همه دوستان در خانواده بزرگ کالج باستانی. این مبحث رو اختصاص دادم به طلسم، تاریخ پیدایشش و نحوه استفاده و سایر مواردی که لازم دونستم به عرض دوستان برسونم. من دو تا مطلب تهیه کردم در مورد طلسم، یکی در فرهنگ معین و دیگری در لغتنامه علامه دهخدا. در فرهنگ معین میگه طلسم نوشته یا اشکال غیرعادی است. در فرهنگ دهخدا طلسم رو به این صورت تشریح میکنه، عیناً من میخونم خدمتون: آنچه خیالهای موهوم به شکل عجیب در نظر آید و نیز به شکل و صورتی عجیب که بر سر دفائن و خزائن تعبیه می کنند را طلسم نامیده، که در برخی ساعات مخصوص ظاهر می گردند و خطوط مخصوصی را اهل فن به کار می برند تا آن را دفع کنند، زیرا برخی حدوث کائنات عنصری که اسباب آنها قوای آسمانی است شرایط مخصوصی دارد. طلسم عبارت است از تمزیج قوای فعاله آسمانی با قوای منفعله زمینی. خب این مواردی بود که من از روی کتاب برای عزیزان خوندمش، و اما مواردی که من خودم خدمتون عرض میکنم و به این نتیجه رسیدم رو خدمت دوستان و عزیزان بیان میکنم. از نظر من طلسم دو واژه است: تل و سم. تل رو به صورت تا نوشته شده، که در قدیم تهران رو هم به صورت تی دو نقطه نمی نوشتن، با تا می نوشتن. طلسم برای اینکه کلمه زیبایی باشه از حالت دو نقطه به تا تغییر دادن، تل و سم. تل که مشخص میشه تپه و سم. تپه از سم رو میگن تل سم، که به مرور زمان تل سم برای اینکه حالت واژه زیبایی در بیاد تل سم شده طلسم. و اما طلسم چی هست؟ در کتاب لغتنامه دهخدا مواردی اومده بود که خدمتون بیان کردم. در فرهنگ معین هم طلسم رو اشکال غیرعادی خونده. من خیلی با خودم کلنجار رفتم که موقعی که من این بحث رو به میون میارم، عده‌ای من رو متحجر یا هذیانگو تلقی نکنن. در بحث دفینه و خزائن همه دوستان با این واژه آشنا هستند و به فراخور حال دوستان این مورد به کرات خدمت دوستان بیان شده. یک مورد هست در مورد طلسم که یک عده‌ای با این واژه دکون دستگاه برای خودشون راه انداختند و میگن که به محض این که میرن پیش شخصی که نیروی خاصی داره، اون شخص میگه که مکان شما طلسم هست و ایکس تومن یا ان تومن به من بدید تا من طلسم شما رو بشکنم. یک عده دیگه‌ای هم هستن که کار بلد نیستن، نابلد هستن در بکارگیری دستگاه، یک ردیاب دستش گرفته و یا یک سیستمی دستی
ایشون افتاده و با گرفتن مبلغی به مکان شخص میره، مکان رو براش میزنه، حالا با هر سیستمی مکان رو براش میزنه و بعد از انجام کار چون به موفقیت نمیرسه، شخص برای اینکه خودش رو راحت بکنه و خلاص بکنه میگه که بار جابجا شده، این بار طلسم جابجایی داره. من به صراحت خدمت همه دوستان عرض میکنم که ما اصلا چنین چیزی رو نداریم و افرادی که این حرف رو میزنن یا از روی ناآگاهی این حرف رو میزنن و یا بسیار آگاهن که این حرف رو میزنن برای اینکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنن. و اما ما طلسم رو با متافیزیک نباید مخلوط بکنیم. متافیزیک با طلسم کاملا متفاوت هست و طلسم جایگاه خاص خودش رو داره، متافیزیک جایگاه خاص خودش رو داره. از هر دوی این موارد متاسفانه سوء استفاده های بسیاری شده. اما در رابطه با متافیزیک من خدمت همه دوستان عرض میکنم که متافیزیک یکی از علوم پیشرفته بشریت به شمار میره و حتی برخی از افراد که به تعداد انگشت های دست هم نمیرسه به این راز پی بردن و حتی در برخی از دانشگاه های معتبر دنیا هم این راز و این رمزی که دارن رو به ثبت رسوندن و برای اون دانشگاه ها تشریح کردن. همه ما میدونیم که در همه جهان هستی اشیایی هستند به واسطه جوهره ساختاری خودشون نیروهای مغناطیسی دارن. این نیروهای مغناطیسی برگرفته از برایند انرژی نامرئی هست که در نظم جهان هستی وجود داره. همونطور که در قرآن اومده ما زمین و آسمان ها را با ستون های نامرئی که شما اون رو نمیبینید متعادل نگه داشتیم. برخی از افراد میدان مغناطیسی خاصی دارند و برخی هستند در بین ما همه داریم که یک سری اشیایی رو میفروشند که با استفاده از یا با بکارگیری اون شیئی که در دستتون هست یا با یک فشار بر روی اون شیئی که در اختیار شما قرار دادن فعال میشه و میدان مغناطیسی خودمون داریم و اون شی هم یک میدان مغناطیسی داره که میدان مغناطیسی ما و میدان مغناطیسی اون فعال میشه، با همدیگه هماهنگ میشه و یک نیروی خاص و میدان قوی مغناطیسی به وجود میاد. منتها گفتن این مسائل باعث نشه که یک عده بگن که این آقا متحجره و یک سری خرافات رو داره آموزش میده. باز هم خدمت همه دوستان عرض میکنم که این موضوع در تمام دنیا رواج داره، در کشور ما هم متاسفانه هست و یک عده با بکارگیری این مسئله دارن ارتزاق میکنن و یک عده که هیچ فنی در این خصوص ندارن اومدن وارد گود شدن و دکون دستگاه باز کردن برای خودشون و متاسفانه افراد ساده لوح رو فریب میدن. حالا یا اون شخص اعتماد میکنه به اون طرف یا اعتماد میکنه به شخصی که اون رو معرفی کرده و متاسفانه مبالغ هنگفتی رو میگیرن برای شکستن این طلسم.
خدمت شما عرض بشه که ما طلسم هایی رو قبل از اسلام داشتیم که افراد بسیار متبحر، اهل ساری قدیم و آمل قدیم که مبادرت به نوشتن طلسم میکردن. طلسم در زمان قبل از اسلام طلسم آتش بوده، طلسم باد بوده، طلسم رعد و برق بوده، اژدها و شیطان بوده و طلسم هایی هست که بعد از اسلام بر روی خزائن و دفائن گذاشته شده که اون طلسم ها رو میتونیم مورچه و روتیل، عقرب و مار و جن، اینها بعد از اسلام اومدن. و اما راهکار این چی هست که ما به چه صورت طلسم رو بی اثر بکنیم؟ برای بی اثر کردن طلسم به هیچ شخصی ریالی نپردازید. اگر به قرآن اعتقاد دارید میتونید 40 کاف یا 60 کاف رو بنویسید و همراهتون داشته باشید، و همینطور آیاتی که با قل شروع میشه مثل قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون و 4 قل هست. و اما مورد مهم دیگه‌ای که من در مورد طلسم خدمت دوستان عرض میکنم این هست که در ابتدای عرایزم عرض کردم که طلسم واژه‌ای هست از تل و سم. وقتی دوستان مبادرت به حفاری میکنن طلسم یا همون تل سم، افرادی که خزائن و دفائن رو در دل زمین جاسازی میکردن یک سری علف هایی رو مثل علف گیاه تاتوره و قارچ قرمز با توجه به شأن و شخصیت اون شخصی که این بار رو گذاشته و میزان دارایی و مالش یه مقدار هزینه میکرده و علفهای سمی رو تهیه میکرده و روی این خزائن و دفائن میریخته و به محض اینکه دوستان حفاری میکنن اون تل سم با ترکیب شدن گاز، با متساعد شدن اون گاز در حین حفاری باعث توهماتی میشن که اون توهمات هیچ ارتباطی به طلسم نداره. حفار، موارد بسیاری رو ما سراغ داریم که حفار میگه من مار دیدم، من اژدها دیدم، من نمیدونم مار دو سر دیدم، من ماری دیدم که زنگوله داشت. اینها همه اثرات توهمی هست که اون گیاهان سمی بر روی ذهن افراد میذاره. پس ما طلسم رو رد نمی کنیم، اما باز هم عرض میکنم که طلسم، اکثر طلسم هایی که شما اون رو طلسم میدونید توهماتی هست که در اثر متساعد شدن اون گاز، اون علف های سمی میتونه باشه. عرض دیگه ای ندارم. امیدوارم با لایکتون از ما حمایت بکنید. اگر سوالی هست من در پیج پاسخگو هستم. باز هم مثل همیشه آرزو میکنم که امضای خدا پای همه آرزوهای زیباتون، مواظب سلامتیتون باشید. گالیور هستم.